با سلام دوباره اسماعیل درمان هستم با یکی دیگر از برنامه همدلی خدمت شما قرار دارم روی چند ویژگی عمده که در رابطه با مشکلات عمده افغان است صحبت شروع کرده بودیم در قسمت اول ادامه بحث است این نکته را تاکید بکنم که آنچه من به خدمت شما را می کنم بر اساس هیچ تحقیق سامانمند و کشورگستر نیست نه در کشورهای همسایه هم چه کاری شده و نه هم در افغانستان آنچه که شما در این برنامه میبینین و برتان فراهم شده بر اساس یک سلسله مطالعات فردی و تجارب است که از متفکرین دیگه ما گرفتم و همچنان آن چیزی است که خودم در طول چند سال کار با شهروندای خود به اونا مواجه شدم در این قسمت بعد از چند ویژگی که برتان اشاره کردیم به ششم میریم که در رابطه به احترام بیرویه و ماندن در گذشته است. از همکار می میخوایم که سلایده برتان بگذارم. منظورم از احترام بیرویه و گیر ماندن در گذشته دو چیز است. یکی ات ما بحث از این نداریم که در فرهنگ چه چی چیز خوب است و چه چی چیز بد است. بسیاری از مسائل فرهنگی مسائل نسبی هستند و فرهنگ به صورت کل سیال هست به این معنا که به مرور زمان در حال تغییر میتانه باشه یک سلسله ها داخل فرهنگ میشن یک سلسله ارزش ها بیرون از فرهنگ میمونن و یک سلسله رفتار ها اضافه میشن یا کم میشن منظور از احترام به اعترام احترام به بزرگ سالها و کلان سال هاست که تا یک حد خوب است ای جلوه یا ای وجه از فرهنگ که ما به بزرگترهای خود احترام میگذاریم و به اونا توجه میکنیم قابل قدر و ارزشمند است و سزامند ستایش هم هست اما بسیاری از مواقع متوجه اگر شده باشین احترام از حد خود بیرون میشه وقتی که احترام از حد خود بیرون شد کسانی که در موضع قدرت در داخل خانواده قرار دارن فقط به خاطر که سنشان بالاتر است یا فقط به خاطر که موقعیتی که اجتماع برشان داده اونا را در جایگاه بالاتری قرار میته از این سوی استفاده میکنن و آن زمان است که ای رابطه نامتوازن میشه به عبارت اینا میتونن از رابطه خود سوی استفاده بکنن و نگذارن دیگر را ابراز نظر بکنن در داخل خانواده ممکن است کسایی در داخل خانه باشند فرزندا باشند امسرش باشه که اینا در مورد خاص تجربه بیشتر یا دانش بیشتر یا فهم بیشتر دارن اما نظر به ای که کسی دیگه در موقعیت بالاتر قرار گرفته نگذاره که اینا ابراز نظر بکنن سعی و درد دل بکنن یا در بخشی از کار خانواده که میتونه به بیبود روابط ختم شوه سم بگیرن این بخشی از اعترام بیروی است گیرماندن در گذشته منظورم بیشتر نوعی از نوستالژی است که بسیاری تعداد از های ما او درگیر هستند هم در داخل افغانستان هم بیرون از افغانستان مثلا گیر ماندن در دهه های 1950 1960 1970 و ای که چه زمان خوبی بود افغانستان زیبا بود صلح بود چیزهای دیگه بود احترام به افراد مختلف بود احترام به زنا بود و امثال امثال هم اگر زیاد توجه به یک مقطعی از تاریخ کشور شوه و بعد از ما از اونجا خیز بزنیم بیایم به سال 2013 به طور مثال و سی سال یا ۳۵ سال را نظر نگیریم یک اشتباه بزرگ میکنیم در سی و چند سال تفاوت های زیاد اتفاق افتاده رویدادهای زیاد اتفاق افتاده که به با... این رویدادها در شکل نسل جوان سهم بسزایی داشتند به او خاطر بسیار نپخته هست بسیار نسنجیده است که ما از لنز سال 1970 رویدادهای سال 2013 را بسنجیم یا از،, از, پنجره سال سالهای یا دهه 1960 بیاییم رفتارهای جوانهای قرن 21 در داخل افغانستان یا بیرون از افغانستان بسنجیم این یک بخش کار بخش دیگه از نوستالجیا که در گذشته گیر می ماجرین ماستن ماجرین که به کشورهای اروپایی یا با استرالیا یا در امریکای شمالی ماجرت کردن اینا خب طبیعی است که یک زندگی خوبی ممکن است در گذشته داشتن و این سبب میشه که اگر در گذشته گیر بمانند نتانند با فرهنگ جدید با مردم نو با اجتماع نو با زبان نو خوی بگیرند و عادت بکنند یک مقاومت روانی به وجود میاید که سبب میشه اینا از یک سلسل امتیازاتی که ممکن است جامعه نو برشان فرام بکنه معروم بمانند و نخواهند از اونا استفاده بکنند یک مثال واضحش این میتونه باشه که یک تعداد از خانواده هایی که در افغانستان ما میتونستیم اونا را در بخش خانواده های میانه رو قرار بتیم با آمدن به کشورهای دیگه ممکن است افراتی تر شوند هم در حوزه فرهنگی خود و هم در حوزه دینی و مذهبی ای ناشی از ناامنی درونی و, و تلاش برای حفظ هویت است و همچنان گیر ماندن در گذشته به این خاطر مهم است که این موضوع را ای ویژگی را هم در نظر داشته باشیم یعنی زمانی که ما میاییم مشکلات افغانهای های خود ما در نظر قرار می دیم بسیار بسیار مهم است تا توجه کنیم که ای افغان ما ب... چطور شد که به اینجا رسید از کجا آمد تاریخ گذشته چیست و وقتی که یک نظری را ارائه میکنه از چی منظر این نظر را ارائه میکنه و او سبب میشه که ما زود قضاوت هم در رابطه به او نکنیم خب حالا میریم به ویژگی بعدی از همکار خود میخوایم تا سلاید بعدی رو برمان بگذاریم خب در اینجا یک ویژگی دیگه که میخوایم سرش حرف بزنم تقلید و خرافگرایی است ام تقلید شما میتونین به دو معنا بگیرین یک تقلید به این معنا است که ما از اگر افرادی که دیندار باشن تقلید میکنن از از بزرگای دین یا از اگر بسیار افراد سنتی باشند، از کلانهای خانواده تقلید میکنن یک تقلید دیگه که از بود روانشناسیش ما خواهیم سرش کپ بزنم ایست که نفر میخواد که کاملا از روی رفتار و گفتار یک فرد دیگه تقلید بکنه و شخصیت خودت در درون شخصیت هزو پیدا بکنه یا به عبارت او را الگوی خود قرار بده مشکل در, در جای پیدا میشه که با انجام ای کار هویت خودم ممکن است از دست بده و توانایی خود نتانه بشناسه و فکر کنه که تمام خوبی ها و توانمندی ها و ظرفیت ها در وجود شخص دیگه هست و ما با تقلید کردن مو به موی رفتار و گفتار و کردار از او آدم میخوایم مثل ازشان. حالا اینجا یک ظرافت وجود داره ما الگو بودن در این حد باید بپذیریم و خوبم هست که بپذیریم تا به طور مثال پدر و مادر و بزرگای خانواده مثلا خواهر بزرگتر و برادر بزرگتر داخل خانواده الگو باشن برای جوانترها و رفتارهای خوب و پسندیده و اخلاقی را بتانن انتقال بتن برشان اما در عین زمان کوشش کنند تا استقلال استقلال از اونا را استقلال شخصیت از اونا را هم رشد بتن و تشویق بکنن تا او هم در این زمینه ابراز نظر بکنن این در بخش تقلید در قسمت گرایی و یا بعضی ها خرافه پرستی میگن ای را ما میتونیم به چند بخش تا تقسیم بکنیم یعنی کسایی که آل برنامه را میبینن و اینا شاید سکولار باشن یا خوشحال نباشن که گرایی معدود است و کسایی که دیندار اصلا بحثو نیست می میتونه در حوزه‌های مختلف باشه در حوزه فرهنگی باشه در حوزه دینی باشه در حوزه غیر دینی باشه امی که ما بر کار خود دلیل خوب نداشته باشیم شواهد خوب نداشته باشیم و دلایل ما قانع کننده و منطقی نباشند ما در دام خرافه‌گرایی افتادیم حالا به هر اندازه که ما هیجانی شویم و عاطفی شویم و فکر کنیم که گپ ما درست است و این گپ ما صحیح است اما برای اثبات خوب بودن حرف خود یا خوب بودن رفتار خود یا موثر بودن کاری که می کنیم دلیل قانع کننده نداشته باشیم بسیار نزدیک میشیم به طرف گرایی متاسفانه ای در رفتار و رفتار بعضی از شهروندهای ما دیده میشه و حتی ممکن است در وجود هر کدام ما تا ودود وجود داشته باشد. بنابراین نیاز است که پیش ازی که ما امیال که وقتی صحبت های رو شما میشنوین یا خودم می این حرفا را میزنم پیش ازی که من فکر کنم که فلان شخص یا فلان دوست نمه یا فلان آشنای من یک مقدار خرافه‌گراست اول به درون خود نگاه بکنم و به درون خانواده خود نگاه بکنم و ببینم که ای در ساختار خانوادگی خودم در میان روابط شخصی خودم در خصوصیات فردی خودم چقدر نقش داشته و بعد از ببینم که دیگرها در اینجا چقدر نقش دارن یعنی مهمتر اول است که ما به خود نگاه بکنیم و مسائلی که مطرح میشه اول در وجود خود بررسی بکنیم این بود در رابطه به تقلید و خرافه گرایی میریم به سلاید بعدی